من اومدم پاریس برای اینکه شرکت کنم در کارزاری که خواهان این هستن که دو کشور جهان، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که به وضعیت زنا رسیدگی نمی کنن و درهای ورزشگاه رو به روی زنا بستن، اگر نمیتونن برای این مسئله اقدام میکنن از مسابقات المپیک محروم بشن. و این به خاطر اینه که در واقع سالهاست زنهای ایرانی به هر شکلی نشون دادن که خواهان شرکت در مسابقات، خواهان حضور در ورزشگاه ها و تشویق تیم ملی هستند، اما این خواسته اونها نه تنها از طرف جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده، بلکه جهان ورزش و کمیته المپیک و فدراسیون بین المللی فوتبال و والیبال علارغم اساسنامه خودشون به این تبعیض علیه زنان در ایران رسیدگی نکردند و خواسته ما اینه که در واقع وظیفه خودشون رو بر عهده بگیرن و خواسته زنهای ایرانی رو دنبال کنن، چرا که زنهای ایرانی با خطر زیادی که مواجه هستن حتی برای دستگیر شدن باز هم هنوز و هنوز خودشون رو به شکل پسر باید در بیارن برای اینکه یک مسابقه رو در ورزشگاه ببینن. Sports used to be the universal language. It is not anymore, since women are discriminated against because they have to wear the hijab. It cannot be an equal world when women are compelled to dress differently than other athletes. جدا کردن زنان و مردان به این معنیه که در واقع زنها از حقوق اولیه خودشون محروم میشن، به عنوان یک شهروند درجه دو شناخته میشن. این مسئله نه تنها امروز در ورزشگاه ها، بلکه متاسفانه با سهمیه بندی هایی که در دانشگاه ها کردن، با اتفاقاتی که برای زنها هر روزه برای پیدا کردن یک شغل باهاش مواجه هستن، در تمام سطوح جامعه در حال رخ دادنه. و این به خاطر همینه که یک ورزشگاه نشان دهنده یک جامعه کوچکه. زمانی که زنها را در اون ورزشگاه نمیبینی، به معنای اینه که زنها در تمام جامعه محروم هستن و مورد تبعیض قرار میگیرند.